غار درویشان شامل دو بخش است. نیمه اول مربوط به تاق و رواقی که شما در تصویر میبینید میباشد و نیمه دوم صحن داخلی غار هست و در اینجا کتیبه های نوشته شده هم وجود داره که از جمله تک بیتی از مولانا عبدالرحمن جامی هست. در کتیبه ای که روی سنگ در اون بالا نوشته شده چنین هست که این مکان پرفیض غار درویشان، یعنی در عهد سلطنت شاهرخ میرزا به ابتکار خانم دانشمندان گوهرشاد بیگم برای ریاضت و عبادت مردان خدا و تماشای منظره شام هرات احداث گردیده که 549 سال از تاریخ آن می‌گذرد. این بنای تاریخی پس از انقلاب اسلامی مردم افغانستان در سال 1373 در 29/1/1373 مجدداً ترمیم کاری میشه، احیا میشه و بازسازی مجدد صورت میگیره.